بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على السيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. برادران و خواهران نهایت عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه مجمع علمی مراکز اسلامی معلم با حضور دانشمند عالی‌قدر دکتر سیف ارشد ارشاد در خدمت شما عزیزان قرار داریم. طوری که شما می‌دانیم در برنامه معلم همیشه سوال‌های شما توسط معلم یا مجمع علمی جواب داده میشه. امروز هم به همین منظور خدمت شما هستیم و سوال‌هایی که مطرح شده انشالله علما جواب‌های آن را آماده ساختند و خدمت شما تقدیم می‌داریم. اما پیش از این که به اصل برنامه بپردازیم، شما می‌دانیم که در وطن عزیز ما در روز عاشورا در سه شهر کابل، مزار شریف و قندهار بمب‌گذاری‌های در مراسم عاشورا صورت گرفت که تعداد زیادی از برادران و خواهران ما جانهای عزیز خود را از دست دادند و تعداد زیادی زخمی شدند، که این عمل زشت و نابکار ما رد کردیم و آن را توهینی می‌دانیم اگر آن را ارتباط بدهند به اسلام که هیچ ارتباطی ندارد. خواستیم در اول خدمت دوست عزیزم دکتر سیف ارشد ارشاد سلامی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هم به نوبه خودی عملا محکوم میکنیم و انشالله که پای صحبت شما و عیزا میشینیم انشالله. دکتر سیف، خواستم که نظر مجمع علمی مراکز اسلامی معلم بدانیم. برادران و خواهران عزیز، بنابران جناب فضیلت ما استاد گرانمایه پروفسور عبدالستار سیرت رئیس معلم را روی خط تلفن داریم تا نظر معلم را پیرامون این عمل شومی که در کابل انجام دادن بدانیم. جناب استاد، السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، خدا کنه سعادتمند و با عافیت باشین. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه خود شما معلم. استاد گرامی، شما میدانین در وطن چی واقعی ناگوار در روز عاشورا صورت گرفت و ما میخواییم که شما منیس رئیس معلم نظر معلم و علما را خدمت برادران و خواهران تقدیم بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرسول الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الميامين و اتباعه به احسان الى یوم الدین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقایع دردناک دهم محرم الحرام در کابل و مزار شریف و کندهار و مناطق دیگه کشور ما واقعا نهایت تکان دهنده و دردناک بود. بدبختانه کشور ما از 30 سال به این طرف یک کشور درد و خون و خاک و نابودی تبدیل شده و مردم ما متاسفانه به درد و فاجعه عادت گرفتن. زندگی عادیشان همیشه کشتن و قتل و جنگ، بمبادمان و انفجارات و انتحارات. این زیادترین اخبار کشور ما را از سالهاست به این طرف تشکیل میکنند. در سلسله این و دردها و وقایع، آنچه که در دهم محرم الحرام واقع شد، ما
محرم الحرام بدبختانه ما بعضی یک کشور اسلامی ما محرم ماه محرم را به بعضی یکی از ماهای حرام ماهای حرام در قرآن کریم ذکر شده با او مفهوم مطالعه نمی کنیم. عاشورا را هم درست است که در عاشورا یک خاطره نهایت دردناک و یک فاجعه بزرگ تاریخی با شهادت فرزند حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم و نواده نور چشمشان حضرت امام حسین و یک تعداد زیادی از فرزندان اهل بیت در اون روز شهید شدند. مگر و او قابل یادآوری است، قابل دعا و درود است بر روان از اونها و قابل گرفتن درس و پند از فداکاری امام حسین و یارانشان است. اونا رو باید یاد بکنیم و از اونا درس بگیریم. عاشورا در عین حال مفاهیم دیگه هم دارن. عاشورا از نظر اهل سنت و جماعت و در اسلام در او یک حکم فقهی یک روزه مسنون در او هست که روز عاشورا و یک روز قبل و یک روز بعد از او باید روزه گرفته شود و این روزه بسیار پر ارزش است و به قول حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم روزه عاشورا و یک روز قبل و یک روز بعدش او گناهان صغیری یک سال ما قبل و یک سال آینده را از بین میبرد. در اون روز واقعی غرق و تباهی فرعون و لشکر فرعون و نجات حضرت موسی علیه السلام و اتباعشان بوده. در این روزهای تاریخی و روزهای دینی و وقایع تاریخی هر کدام از اینا قابل یادبود است، قابل گرفتن درس است، باید از این درس بگیریم. مگر وقوع این و انفجارات و انتحارات که او موجب شهادت به صدها انسان بیگناه میشه، انسان مسلمان میشه و صدها فامیل بیگناه اونا به خاک و خون میفته، اونا عزادار میشن و یک تعداد زیاد مردم بدون داشتن کدام قصوری کدام گناهی اونا از بین میرن. واقعا این مثال دردناک است و این را به نام مجمع علمی مراکز اسلامی این عمل را یک عمل شنیع غیر اسلامی و غیر انسانی میدانیم و این را تحریم میکنیم، این را محکوم میکنیم و برای این فامیل های درد رسیده و ماتم دیده و مصیبت رسیده اظهار تسلیت میکنیم. خداوند بر دینا صبر بده و اجر بده و شهدای این واقعات را خداوند بر رحمت خود ببخشه. مگر در عین حال از این حوادث باید درس باید گرفت و کوشش شود که عوامل از این حوادث در آینده جلوگیری شود، یعنی وقایع قبل از وقوع باید پیشبینی شود و جلوگیری شود و عوامل از این باید دیده شود. این تنها که ما محکوم بسازیم اظهار تأثیر بکنیم و هر روز متاسفانه ما میشنویم در اونجا زعمای کشور فلانی حادثه را محکوم کرد، فلانی حادثه محکوم، فلانی حادثه گم هیئت ها تعیین شد تحقیق کنه. یک نتیجه یک هیئت را ما در 10 سال ندیدیم، یک جزای شدید شرعی و قانونی را در مقابل یک مجرم ما نشنیدیم. یک وقایع این نوع حوادث دیده نشد. پس عوامل زیر باید از همه جانب باید ما مطالعه بکنیم که چرا این نوع حوادث واقع میشه در کشور ما، باز چرا میشه. بدبختانه خود اما فضای سیاسی و امنی و جو سیاسی که او منطقه را در او منطقه مسلط است و مخصوصا فضای امنی و سیاسی از هم پاشیده که در کشور ما هست، وی را کشور ما را برای مسابقه بهره برداری سیاسی و و و فضای ایجاد
تصدیک اغراض و دسایس شوم سیاسی فضای کشور ما را آماده ساخته. نبودن یک دولت ملی مسئول و قانونی در افغانستان. همسایه های ما که دست میزنن و اونجا مداخله میکنن و دسایس را ایجاد میکنن، برای از اینکه اونا ای اشخاص را، ای دولت را، ای عناصر را میشناسن. اونا خودشان اینا را به ای قدرت رساندن. یک تعداد ما مربوط به یکی از همسایه ها هستیم، یک تعداد ما مربوط به دیگه همسایه هستیم. همسایه ها سالها با اینا معامله داشتن، سالها اینا را اونا آماده ساختن و اونا ای اشخاص دست نشنده های از اوناست. اینا اگر امروز با مقابل اغراضی و همسایه ها حرفی بزنن، اینا جزا میبینن. اینا اوی همسایه ها ریاکشن شدید میداشته باشن. اما اگر ما در کشور خود یک دولت ملی میداشتیم، همسایه ها در مقابل خود ملت افغانستان را میدیدن، نه عناصر دست نشانده خود را، در اون وقت صد بار حساب میکردن تا قبل از اینکه یک انتحاری را روان بکنن، قبل از اینکه دست بزنن به امور ما. ما اونا میدان را خالی برای خود میدانن. یک باقی که دیوار نداشته باشه، دروازه نداشته باشه، صاحب نداشته باشه، مگر او باغ میوه داشته باشه، او باغ سرسبز باشه، هر کس به او داخل میشه و با او جد دست اندازی میکنه. بدبختانه فضای امنی و جو سیاسی که محیط ما را به محیط ما و در کشور ما حاکم است، این مسائل را آماده میسازه و به این و نتایج خونبار و دردناک ما را مواجه میسازه. و دیگه ای که بازار سیاست در جهان همیشه گرمی و سردی خود داره. وقتی که یک فرقه مذهبی سیاست روز را برای خود مساعد میبینه، یک فرقه دیگه را نباید سر از او ظلم بکنه. و ما در ایجاد هر فرقه مذهبی از خود مراسمی داره، از خود عقایدی داره. و در از نظر عقاید اسلامی ما با عقیده هیچ مخالف خود حقی تعرض را نداریم. ما باید تمام عقاید را احترام بکنیم. ما حتی عقیده گاوپرستا و بت‌پرستا را ما باید او را توهین نکنیم. یعنی ما به امر قرآن کریم حق نداریم که دشنام بدیم به بت یک بت‌پرست. حق نداریم دشنام بدیم به گاوی گاوپرست، به یک کسی که به یک معبود ناحق را او پرستش میکنه. ما او را میدانیم بگوییم که این پرستش روا نیست، مگر حق نداریم که او را توهین بکنیم برازو دشنام بدیم. مگر اگر در داخل فرقه های دینی و مذهبی اگر عناصر پیدا شود که به عقاید یک فرقه دیگه توهین بکنن و دشنام بدن، این معلومدار همین اوی فضاها را ایجاد میکنن، همین اوی تحریک میکنن. بدبختانه دشمنای اسلام و وسائلی را ایجاد کردن، وسائل نشراتی و تلویزیون های را ایجاد کردن. اینا هر روز تفرقه ایجاد میکنن، هر روز کراهیت ایجاد میکنن. ما در مورد شیعه و سنی یک پدیده امروزی نیست، یک پدیده از 100 سال و 200 سال و 500 سال نیست. ما از قرنها به این طرف، از دوره اموی، حتی از روز انتخاب خلیفه اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه، احساس ازی که بین صحابه اختلافی شاید وجود داشته باشه، ای بوده. مگر ای ده هیچ وقت به ای نباید منجر شود که ما عقاید یکی دیگر را توهین بکنیم و به کشت و خون برسه، یا حوادث تاریخی را امروز مثال تفرقه دینی بسازیم. از بسیار سابق در وقت سید جمال الدین افغان و محمد عبدو شاگردش، مسائل شیعه و سنی وقتی که مطرح می شد، محمد عبدو گفته بود که او برادرها اهل تشیع، بین ما شما هزارها نکات مشترک داریم، هزارها نکات که داریم
که با او هیچ اختلاف نداریم، بین در اون نکات مشترک خود با هم همکاری بکنیم، با هم برادری بکنیم. یک چند نکته اختلافی که از نظر عقیده داریم او را هر کدام ما یکی دیگر معذور بدانیم. شما با ما عقیده خود باشید، ما با عقیده خود می باشیم، و او اختلاف در بعضی از وجوه عقاید نباید همکاری را در صدها وجوه اشتراکی که ما داریم او را مختل بکنه. و اختلافات فقهی که ما در مذهب جعفری و در مذاهب اهل تفنن داریم او هیچ موجب تفرقه شده نمیتونه. مقدار اختلاف فقهی که در بین فقه جعفری و فقه حنفی است یا و فقه تفنن است، او 17 یا 16 یا 18 اختلاف فقهی است که ما در داخل یک مذهب واحد از این که زیادتر اختلاف داریم. در داخل یک مذهب حنفی بین امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه و صاحبینشان امام ابو یوسف رحمت الله علیه و امام محمد هم اختلافات فقهی است. این اختلافات دوستی و همکاری و برادری را از بین نمیبره. این اختلافات بلکه موجب توسع و رحمت در امور فقهی و در امور زندگانی است. اونا امور زندگی را آسانتر میسازه وجود از اختلاف. وقتی که در مسائل عقیده اگر اختلافی پیدا میشن و او اختلاف ما فرض بفرماییم که اهل برادران اهل تشیع ما امامان دارن و در خود تشیع امی امام دوازدگانه و هفتگانه و از امام هفتم به بعد اختلافات و شعباتی پیدا شده. نکاح متعر مثلا در یک فرقه اهل تشیع جایز میدانند صیغه را، یک فرقه دیگه جایز نمیدانند. در لبنان زیدیه این را جایز نمیدانند یک فرقه. پس این نوع اختلافات فقهی هیچ موجب تفرقه نباید باشه. وقتی که ما عقاید خود را و اظهار میکنیم و اظهار به ترتیب باشه که عقیده جانب دیگر ما توهین نکنیم. ما اگر محبت اهل بیت شما ادعا بکنید و اهل برادران تشیع ما، محبت اهل بیت یک فرض تمام مسلمان هاست. هیچ مسلمان حق نداره که به یکی از اعضای اهل بیت حضرت رسولی که این سوز را به احترامی بکنه. ما در شعائر دینی در داخل نماز خود هر روز وقتی که میگم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد میگم، و این خودش محبت را نشان میده. او جزء شاعر دینی ماست. اگر تشیع مفهومش امی باشه که محبت اهل بیت، تنها اگر امی مفهوم تشیع باشه تمام مسلمان ها باید شیعه باشه. اما اگر تشیع ای باشه که ما به ادعای محبت اهل بیت یک تعداد اهل بیت یک تعداد دیگه اهل بیت هست ما توهین بکنیم، ما به او به احترامی بکنیم و به او دشنام بدیم. حضرت عایشه صدیقه از اهل بیت است، به حکم قرآن از اهل بیت است، و تمام ازواج مطهرات از اهل بیت است. اگر ما به ادعای محبت اهل بیت یک ایده از اهل بیت به ایده دیگر توهین بکنیم و به احترامی بکنیم، این به احترامی مستقیما به شخص حضرت رسول عاید میشه. وقتی که به احترامی و گستاخی و دشنام به حضرت رسول عاید شود، ما از دایره اسلام خارج میشیم. این باید تمام طبقات مسلمان ها، تمام فرقه های مسلمان ها باید این را بفهمند. و به احترامی و گستاخی و دشنام بدبختانه ما میشنویم هر روز که به حضرت عمر فاروق دشنام داده میشه، به حضرت ابوبکر دشنام داده میشه. در این ساحه کربلا و این ساحه همراه امام حسین رضی الله عنه چهار برادر دیگه حضرت امام حسین شهید شدن که اونا یکیشان نامشان ابوبکر بود، دیگه نامشان عثمان بود. در این در رمی کربلا 72 نفر شهید شدن. در بین از اولاد امام جعفر صادق، امام جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه، اونا هم پسران کاکای حضرت و امام حسین بودند. در بین زنا اولاد امام حسن رضی الله عنه بود شهید شدند. اونا برادرزاده های امام حسین رضی الله عنه بود. ما از کربلا صرف یک امام حسین
حسین، امام حسین تاج سر ماست، امام حسین نور چشم حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم بود. مگر اولاد جعفر ابن ابی طالب هم اینا پسران کاکای امام حسین بود که همراهشان یک جای شهید شدن. پسر برادرزاده های امام حسین با اولاد امام حسن بود، یک جای شهید شدن، نام از اونا گرفته نمیشه. باید کل از اینا را احترام بکنیم و احترام هیچ یک از اینا موجب عدم احترام به یکی از اصحاب و یکی از اهل بیت دیگر نباید شود. و در افغانستان خوشبختانه ما روزهای را، سالهای را، اوقاتی را به یاد دارم. خودم شخصا به عیز مسئول حکومت به حسینیه می رفتم، در روزهای عاشورا به نمایندگی از حکومت اشتراک می کردیم و مدرسه محمدیه را در کارته صحیح ما با پدر آقای واعظ‌زاده جناب مرحوم واعظ افتتاح کردیم. در بین شیعه و سنی در افغانستان هیچ فرق نبود، هیچ همین سوال نبود که شیعه و سنی. امروز بدبختانه ما وقتی که ایره تحریک میکنیم، این واقعه را ما وقتی که همین روزها را برگزار میسازیم، ایره باید ما افغانستان را یک جاده کابل را در برگزاری این ها مراسم ما مثل یک جاده کربلا ساخته نمیتونیم. در اونجا 100% تشیوز اونا حق دارن با اون شکلی که اجراعات میکنن. ما باید احساسات اهل تسنن، باید احساسات و عواطف اهل تشیع را احترام بکنه و اهل تشیع احساسات اهل تسنن را احترام بکنه. اینا نباید کاری بکنه که یکی دیگر را تحریک بکنه. بدبختانه همین رقم در پاکستان یک حکومت قوی اکثریت تسنن است. اینا نباید حق ندارند که اقلیت تشیع را در حقشان ظلم بکنند. همچنان در ایران اینو حق ندارند در تمام ایران یک نفوس 10 میلیونی تهران یک مسجد برای اهل تسنن نیست. وقتی که در اونجا اهل تسنن یک مسجد ندارد و شما تمام مساجد کابل را نمیتونید به تکیه خانه تبدیل کنید، هر کدام در جای خود عقیده خود را و مراسم خود را به ترتیب اجرا بکنند که عقاید دیگران تخریش نشود، عقاید دیگران تحریک نشود و بلکه دوستی و اشتراک دیگران جلب شود. باید اهل تسنن با برادران اهل تشیع خود یک جای در حسینیه زنا بشینند و در مراسم زنا اشتراک بکنند و دعا بکنند، مثل که اهل تشیع در پروگرام مولود شریف در مراسم اهل تسنن اونا اشتراک بکنند و این مراسم را اجرا بکنند. به هر صورت ما برای هر دو فرقه، هم برای اهل تسنن و هم برای تشیع، میگم که امروز اسلام به صورت کل در غرب به حیث دشمن غرب تلقی میشه، اسلام به صورت کل به حیث دشمن دموکراسی، اسلام به حیث کل متهم به تروریسم، اسلام به حیث کل دشمن حقوق زن. این مسائل را، این ترانه ها را به خاطر ایجاد تفرقه بین مسلمان ها میکنند. برای زنهای مسلمان میگم که حقوق زن، حقوق زن، حقوق زنی که از غرب بالا میشه، شما میگید در خود غرب زن چه حقوق داره؟ در غرب زن آزاد است مگر خوشبخت نیست. در غرب زن به حیث یک ابزار بزنس و تجارت و استمتاع و خوشگذرانی مرد استعمال میشه. مگر در اسلام زن احترام شده، مقام بسیار بلند داره، مقام زن حشمت داره، زن عفت داره، زن مقام داره. و اینا حقوق زن و دموکراسی، دموکراسی نیست و تروریسم در اسلام است. اینا تماما این ترانه هایی است که در غرب ساخته شده و بردن در اونجا ما را به زیر از این عناوین از هم متفرق می سازن، مسلمان ها را از هم جدا می کنن. مسلمان ها باید هوشیار باشه، هر کدام در مواردی که ما اشتراک داریم در عقیده و در مذهب در باید با هم همکاری بکنیم. در مواردی که فرق داریم، تفاوت داریم، همدیگر را احترام بکنیم. بگذاریم هر کدام مراسم خود را اجرا بکنند، مگر در یک چوکات اعتدال، در یک چوکاتی که نباید جانب طرف مقابل تحریک شود، طرف مقابل توهین شود. با این عبارات ما یک بار دیگر به تمام فامیل های
درد رسیده و مصیبت دیده ای وقایع دردناک و اظهار تسلیت میکنم. برای شهدای ای وقایع رحمت و عافیت خداوند را آرزو دارم و با بارگاه خداوند دعا میکنیم که برای مسلمان ها همین بصیرت و همین دانش، همین قضاوت و اینکه بر حق را عنایت بفرمایه، مسلمان ها را توفیق بده تا دسائس و مکر دشمن خود را درک بکنند و او را با مقابل از او قیام بکنند، با مقابل دشمن خود قیام بکنند، نه که صفوف به هم بسته خود را به هم بشکنانند و وحدت خود را از هم بشکنانند، بلکه وظیفه همه ما و شماست که بین تمام فرقه های اسلامی ایجاد برادری و وحدت بکنیم و از تفرقه جلوگیری بکنیم و دشمنای خود را بشناسیم و کشور خود را، فضای سیاسی و امنی کشور خود را به ترتیب بسازیم که کسانی که دست میزنند در بیرون اونا حساب بکنند که در مقابل از اونا یک ملت است، نه یک مشت عناصر دست نشانده خودشان. و صلی الله و سلم و بارک علی عبده و رسوله سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، یک جان ممنونیم از شما، بسیار مقبول و عالی. همونطور که در خور شخصیت و علم شما هست تشریح کردیم موضوعات، ما شما رو زحمت بدیم یک دو سوال هم از شما داریم اگر خسته نشده باشیم. استاد گرامی بفرمایید. در نشرات بیرون مرزی اکثرا ادعاهای میشه که علما راجع به ترور و تروریسم چیزی نمیگویند و ارتباط از او با اسلام. میخواییم که از زبان شما که رئیس مجمع علمی مراکز اسلامی معلم هستین، همین که ترور با اسلام هیچ ربطی نداره، اگر یک تشریح بدیم خیلی خوش میشیم از شما. ترور اصلا در اصطلاح فقه اسلامی یک بابی به نام حرابت است، حرابت و به اصطلاح قرآن کریم مفسدون فی الارض، کسانی یحاربون الله و یفسدون فی الارض، این تو اصطلاح آمده، کسانی هستن که اینا با خدا می جنگن و در زمین خداوند فساد را نشر می تن و اینا حرابت، جزای اینا اعدام است، یعنی جزای اینا و کشته می شن. این از شدیدترین جزاها و جنایاتی هست که در خود حکم زی در قرآن کریم وارد شده. این ترور یک اصطلاح غربی است که بدبختانه تا امروز ترور امو مانا یا مفهوم خود را هم کاملا افاده نکرده. ترور یک عملی در یک جای بحث ترور حساب میشه که امو عین او عمل در یک محل دیگه او به نام آزادی خواهی یا مقاومت استعمال میشه. پس ترور امروز جهانی که سر تروریسم گپ میزنن و مجادله تروریسم مطرح میکنن، اینا تا امروز برای ترور یک مفهوم واحدی که همه قبول کرده باشن ندارن. اگر ترور مانایش این باشه که به صورت ناحق یک کتله بشری را یا یک انسان را به صورت ناحق به قتل میرسانه یا ارعاب و خوف تولید میکنه، این از نظر اسلام محکوم است، مردود است، این در اسلام قطعا نیست. و کسانی که مسلمان را به حیث تروریسم متهم میکنند یا اسلام را در دین ترور میدانند، اینا دشمن اسلام هستند و اینا اسلام را نمیشناسند. وقتی که به شما به تعلیمات اسلامی مراجعه بکنین، این فساد فی الارض یا قتل ناحق، اینا به اسلام تحریم شده و شدیدترین جزا در قانون اسلامی به حکم قرآن و به تطبیق حدیث و به تطبیق عملی حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم. این مثالهای ما داریم در دین اسلام که تروریسم به این مفهوم ارعاب انسانها و قتل ناحق و قتل بیگناه، این محکوم است و حرام است و مردود است. بسیار تشکر استاد گرامی. یک سوال آخری هم از شما دارم. سوال خونه پیام شما رو میخواییم. شما میدانین که دوستان نادان و دشمنان اسلام در تلاشن که بین شیعه و سنی نفاق بندازن.
رسانه های گروهی شما یاد کردین که تفرقه می اندازن و اگر خدای نخواسته جنگ بین شیعه و سنی در گرفت در مملکت ما افغانستان و ایران و سوریه و عراق و لبنان و ده ها مملکت دیگه خدای نخواسته جوی های خون شیعه و سنی روان خواهد شد، به این مرحله حساس نقش علما و دانشمندان و رهبران مذهبی بسیار مهم است. من میخوایم پیام شما را برای علما و دانشمندان بشنویم که شما برای علمای شیعه و سنی و رهبران شیعه و سنی چه پیامی داره؟ ما با خطاب ما یا آرزوی ما به علمای تشیع و تسنن، اول باید ما اعتراف بکنیم و این حقیقت را بگویم که ما در هر دو طبقه در سایه علما، البته علما گفته نمیشه اونا این مدعیان علم، ما عناصر داریم متاسفانه که به کتب و آرا و روایات و باطلی که در هر دو مسلک ما داریم. شما میفهمید که تقریبا 3 قرن کشورهای اسلامی به زیر استعمار اجنبی بودند و در این اوقات و از او سابق همیشه در حوادث خونین اسلامی تحریکات عنصر نفاق و عنصر غیر اسلامی، دست غیر اسلامی همیشه در حوادث خونین تاریخی اسلام داخل بوده. این بازی ها همیشه به سرنوشت اسلام شده. از این لحاظ ما در هر مذهب کتبی داریم، کتبی که افکار نهایت غلط، افکار تفرقه انداز و بدبختانه کسانی هم داریم که او افکار را و او روایات را و او نظریات را میخوانند، مگر در عین حال الحمدلله هم در علمای تشیع هم در علمای تسنن مردم منصف، مردم خالص، مردم مخلص هم داریم. مثلا در کتب تشیع شما میبینید که گفتن که حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه یک قرآنی داشت و او را حضرت عثمان از بین برده و آیاتی از بین قرآن کریم که در اون نام حضرت علی بوده و حذف شده. و این و یک فکر، اول کسی که امین و روایت را نقل میکنه و به این روایت استناد میکنه، این هیچ متوجه نیست که در حقیقت یک اتهامی را مستقیما به حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم مواجه میسازه و در عین حال یک شکی را در مورد قرآن تولید میکنه، قرآنی که خود قرآن گفته که ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شک نیست. در این مگر ما علمای تشیع را به خاطر دارم که از او جمله آیت الله خویی بود که گفته بود که همین قرآنی که فعلا در دست ما هست یک کلمه در این تغییر و تعریف نشده. این همین قرآن قرآنی است که به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده. پس ما علمای محقق، علمای منصف در هر دو طرف داریم. وظیفه از اینا است که اینا باید عناصر جاهل و عناصر فریفته شده و عناصر دست نشانده اجنبی و عناصری که تجارت میکنن، بزنس میکنن سر دین و سر دست جنا را کوتاه بکنن، اونا نوان این دستگاه های باطلی که هر روز دشنام میده به اصحاب کرام و اهل بیت رسول کریم صلی الله علیه وسلم جلب جنا را بگیرن. وظیفه علما واقعا وظیفه دشواری است و خداوند که اینا را متکفل پیش برده این رسالت ساخته و حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم اینا را ورثه انبیا گفته. وراثت انبیا وراثت مادی و مالی نیست، وراثت علم و وراثت حمایت رسالت و نشر رسالت و پیش برده از رسالت است. خداوند اینا را موفق بسازه که این شیعه و سنی مسلمان با غیر مسلمان، با یهود و نصارا به صلح و دوستی و تعامل نیک باید زندگی بکنه. این اسلام دین صلح است با تمام افراد بشر و جامعه بشری، چه رسه که در داخل خانواده اسلام، در داخل دایره اسلام شیعه و سنی هر دو از مسلمان است، یک خدا دارند، یک پیغمبر دارند، یک قرآن دارند، اینا اعضای یک دیگر هستند و بسیار حیف است، بسیار دردناک است که ما ببینیم که سنی به ضد شیعه و شیعه به ضد سنی تفرقه ایجاد بکنه و
تحریکه یک دیگر تحریک بکنه، احساسات دیگر تحریک بکنه و این تحریکات منجر به قتل و خون شود و در این سلسله یک تعداد زیاد بیگناها بیچارهایی که از هیچ چیز خبر نیستن اونا به ناحق کشته شوند و فامیلها به خاک و خون بنشینند. استاد گرامی یک جان ممنون و سپاسگزارم از شما. خداوند صحت برای شما نصیب کنه و عمر طولانی که همیشه شما آموختیم. امیدواریم که برادران و خواهران و علما پیام های شما را گرفته باشند و از او بیاموزند و در زندگی خود ما عملی بسازیم. دکتر صاحب شما خواهش میکنم استاد، خداوند شما را حفظ کنه. خداوند واقعا شما را، علم شما و دانش شما یک افتخار است به جامعه ما و الحمدلله نظر بسیار سری و روشن مجمع علمی مراکز اسلامی معلم و نظر همه علما و استاد در یک جمع بسیار جنبندی بسیار مقبول ارائه کردن و انشالله لازم ما بر همین خط و بر همین نظریه انشالله پیش میریم. خداوند صحت داشته باشه استاد محترم. بسیار تشکر. بسیار تشکر از شما استاد گرامی. تشکر از شما. خداوند شما را موفق داشته باشه. شما امو لشکر امو آماده همین میدان هستین که مفهوم اسلام را و حقایق اسلام را برسانین به مردم و او را حمایت بکنین و او را نشر بکنین و به توفیق شما که خداوند شما را موفق بسازه دعا میکنم و همه بیننده ها و شننده های شما را خداوند برای قبول این او حقایق و درک این او حقایق و تطبیق این او حقایق موفق بسازه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. با خداوند کریم و رحیم سپردیم شما. تشکر. واقعا چقدر مقبول استاد محترم، خداوند طول عمر عطا کنه و راستی جای بسیار افتخار است که ما همچنین بزرگا و شخصیت ها و رهبرای دینی داریم که با صراحت و بسیار روشن نظر تمام علما و دانشمندای کشور ما را ارائه داشتن و تمام علمای اهل حق و اهل راستی راست امی نظر دارند که ترور محکوم است، کشتن انسان ها محکوم است، چنانچه قرآن کریم بارها بیان کرده و سوره نساء آیه 93 و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها، کسی که انسان مؤمن را به قتل برسانه غیر حق جزا از او دوزخ است و خالد است در او و غضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما، و غضب خداوند بر اوست و لعنت خدا. هر انسان و هر کسی که همچنین جنایات و همچنین فاجعه ها را میآفرینه از هر طرفی که باشه جزا از او جهنم است و غضب خدا بر اوست و لعنت خداوند بر اوست و عذاب دردناک بر او میباشه. بنابراین نظر عمومی و نظر روشن مجمع علمی مراکز اسلامی معلم همیست که استاد بزرگوار با صحبت های علمی و دانشمندان خود بیان کردن و تمام علمای مجمع علمی هم نظر هستن با استاد و ما امی پیام را چنانچه استاد فرمودن به تمام برادرای اهل تشیع و اهل تسنن خود میرسانیم که ما نظر ما قاطع و روشن است. هیچ حرکت ضد تشیع را در کشور خود نمیپذیریم و هیچ حرکت ضد تسنن هم نمیتونیم بپذیریم. همون قسمی که نظریات فقهی متفاوت است، همه در یک فضای صلح و برادری حق دارن زندگی کنن. نباید برادرای اهل تشیع ما اجازه بدن که کانال های فاسد و مفسد و فتنه مثل اهل بیت و ولایت در بین مردم تفرقه بیاندازند و جلوشان رو بعد خودشان بگیرن، وگرنه مسئول کشتار همی کانال های فتنه و فساد است و ما بر علیه از اینا فایل میخواهیم کرد و اینا را مسئول میدانیم، به خاطر اینکه اینا تمام روز صحابه را دو میدن، اهل بیت دو میدن، زنان پیامبر را دو میدن و همین قسم اگر هر صدای بر علیه حضرت علی و بر علیه حضرت فاطمه زهرا و حضرت امام حسن و امام حسین در کدام جای کوبیده بشه، ما بر علیه از اونا هم فایل خواهیم نمود و اونا را هم به سلام محکوم خواهیم نمود. این نظر خالص و روشن مجمع علمی معلم است انشاءالله. برادران و خواهران عزیز و گرامی، در برنامه مجمع علمی مراکز اسلامی در خدمت شما هستیم. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه سوالایی که مطرح شده و جوابهایی که آماده گردیده از طرف معلم خدمت شما تقدیم میداریم. ما نتونستیم تلفن‌های شما را در این فرصت بگیریم، تلفن همه چراغایش آن بود و انشاءالله بعد از او صدای شما عزیزان را نیز میشنویم. یک وقفه کوتاه گرفته دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
برادران و خواهران عزیز و گرامی، با سلام مجدد در برنامه مجمع علمی مراکز اسلامی معلم در خدمت شما هستیم با حضور دانشمند گرانقدر دکتر سیف ارشد ارشاد. شما عزیزان در گذشته سوال‌های مطرح کرده بودیم و مجمع علمی جواب‌های آن را آماده ساخته که می‌خواهیم خدمت شما تقدیم بداریم. سوال موضوعی حکم رضا و شیردهی و خواهر و برادر رضایی است که می‌خواهیم دکتر سیف ارشد روی آن روشنی بیاند. بسم الله الرحمن الرحیم. البته بازم دوستا و عزیزای خواسته باشند میتونن تلفن هم باز باشه و کسی که میخواد زنگ بزنه شاید یک سوال عاجل داشته باشه. صحبت های جناب استاد ما شنیدیم، البته در صحبت با مسائل ترور و وحشت و کشتارها نظریات فقهی و دینی علما ارائه شد. سوالی که البته هست مسئله است که چی رقم یک خواهر و برادر رضایی میگردن. اصلا خود شرط ازی که در کتب اسلامی و فقه آماده است که برای یک کسی که برادر و خواهر رضایی میشه، همو حرمتی که به برادر نسبی است به برادر خواهر رضایی هم هست. یعنی وقتی که برادر نسبی نمیتونه عمه یک دیگر بگیرن یا خواهر یک دیگر به نکاح بگیرن یا مثلا خاله یک دیگر به نکاح بگیرن یا مادر یک دیگر به نکاح بگیرن، یک برادر رضایی هم عین همو حکم پیدا میکنه. حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که یحرم من الرضای ما یحرم من النسب، یعنی هر آن چی که از رضا از نسب حرام میگر یک نفر که برادر نسبی است از یک پدر و مادر است، به اون مقداری که اینها با هم دیگر به اصطلاح حرمت پیدا میکنه و یکی دیگر نمیتونه خواهر یک دیگر یا مادر یک دیگر ازدواج کنه، در رضایی هم همین شکل است. یک برادر رضایی یا یک خواهر رضایی همین حکم رو پیدا میکنه. اما برای از چند شرط گذاشته شده، چند شش شرط است. یک شرطی است که باید حتما از شیری که خورده میشه از شیر یک انسان بوده باشه، یک زن بوده باشه، یک زنی که به اصطلاح در حالت حیات باشه. مثلا اگر یک برادر و یک خواهر از یک شیر مثلا شیر گاو یا گوسفند در یک گلاس انداختن، نصف این خور نصف این خور، این برادر رضایی شده نمیتونه یا خواهر رضایی شده نمیتونه. باید شیر یک زن باشه و زن هم یک زن زنده باشه. ممکنه یک زن وفات کرده باشه، شیرش به اصطلاح یک گلاس کشیده باشن ولی او به هم رضا شده نمید. یعنی شیر یک انسان است که به اصطلاح یک زن است که اینا یک شرطی است که از شیر یک انسان بوده باشه. و دومی است که این شیر از دهن یا بینی امو طفل یا به اصطلاح امو انسان داخل شده باشه. مثلا اگر کسی یک شیر داخل یک پیشکاری میکنه به جان یک کس میزنه، او به اصطلاح رضایی شده نمیتونه، باید از دهن رفته باشه و معده داخل شده باشه. یعنی شرط دومی است که حتما از طریق دهن و از طریق به اصطلاح چیز به معده رسیده باشه. و شرط سومی است که این به اصطلاح به معده رسیده باشه. یعنی این نمیشه که مثلا یک نفر یک شیر به دهن خود کرد و فرض کنین دهنش پر از شیر شد از یک سینی یک زن یا یک داخل یک گلاس یا داخل یک چیز، ولی او رو بیرون ریخت، این به اصطلاح حکم رضاعت به وجود نمیاد، باید حتما به معدهش رسیده باشه. و چهارمی است که بعد این شیر با یک چیز دیگه خلط نشده باشه. مثلا یک چند قطره شیر اگه به داخل یک گلاس آب افتیده باشه، او رضاعت به وجود نمیاره. یعنی اینطور نمیشه که مثلا بیشترش اگه آب باشه یا عسل باشه یا مثلا شیر یک گوسفند باشه همراه یک چند قطره یا یک اندازه یک قشق شیر یک زن باشه، این بازم رضاعت به صورت نمیگیره. شروطی داره در این مثلا. و همچنین شرط پنجم است که بعد این شیر خوردن در حالت کودکی باشه. یعنی قبل از اینکه مثلا سن طفل از دو نیم سال و مذهب ابو حنیفه است، دو نیم سال است، سی ماست، یعنی قبل از دو نیم سالگی بوده باشه. مثلا یک آدم کلان سال اگر از سینه یک زن مثلا یا از شیر یک زن گرفته باشن به داخل یک گلاس یا به داخل مثلا یک شیشه انداخته باشن به یک آدم کلان سال بدن، این رضاعت صورت نمیگیره، باید پیشتر از سن دو نیم سالگی باشه در مذهب حنفی. و ششم هم شرطش که به اصطلاح شرط آخری است که ایست که باید خوردن امو به اصطلاح شیر به اندازه یک بار در مذهب حنفی به اصطلاح یک بار مکیدن یا کامل بوده باشه که حالت مثلا سیری شکم بوده باشه. و در مذهب شافی و حنبلی که هست اینا به اصطلاح پنج بار گفته شده. یعنی مذهب مالکی و حنفی ولو که یک بار هم مکیده باشه همون کفایت میکنه، یا مثلا به اندازه یک نیم گلاس هم خورده باشه یا یک چند قطره هم خورده باشه، اگه تنها خورده باشه کفایت میکنه، به او حرمت رضایی صورت میگیره. آنچه که مهم است که چون این موضوع
در قرآن به اثبات رسیده که خود قرآن کریم آیه نساء آیه 23 آمده و امهاتکم اللاتی اردعنکم و همچنین بر شما حرام است مادران شما که شما را شیر داده اند. یعنی مادرانش این حکم ازی در قرآن به اثبات رسیده رضاعت و همچنین هر حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم است که حدیث صحیح البخاری از ابن عباس و از حضرت عایشه روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که ان الله حرم من الرضای ما حرم من النسب، خداوند از رضایت همان چیز را حرام کرده که از نسب حرام کرده. یعنی حرمت شیرخوارگی مثل حرمت نسب است. یعنی اگر یک برادر یا خواهر از شیر یک مادر یا یک زنی به اصطلاح شیر با هم میخورن، اینها هم خواهرای هم دیگر گرفته نمیتونن یا مادرای هم دیگر گرفته نمیتونن. اما باقی مانده مثلا به طور مثال یک برادر یا خواهر با هم شیر میخورن، برادر و خواهرای دیگه از اینا که از سینه شیر نخورن اونا میتونن با هم ازدواج کنن. اینه بعد یک سوال همیشه افغانای عزیز ما یا برادر و خواهرای ما دارن که امیر تفکیک کردن نمیتونن. مثلا ما و شما به طور مثال از شینی یک مادر نان خوردن، ما و شما شیر خوردن، ما و شما نمیتونیم به هم دیگر خواهرای هم دیگر یا برادرای هم دیگر یا عمه هم دیگر خاله هم دیگر نمیتونن. اما خواهر و برادر ما و شما به هم میتونن ازدواج کنن، میتونن به صلا یک دیگر را به صلا بگیرن یا خاله هم دیگر عمه یک دیگر. فقط همو دو نفر که شیر خوردن او دو نفر حرمت به وجود میاره، افراد غیر از او حرمت به وجود نمیاره و به خاطر است که یک موضوع بسیار واضح و روشن است در فقه اسلامی و در شریعت اسلامی. ان شاء الله دکتر صاحب نوتای کم دارم برای من بسیار جالب است. یک شعر ما داریم میگه چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی. در الحسر که یکی از یونیورسیتی های بسیار معتبر و معظم است که ما مسلمان ها بی حد و اندازه به او احترام داریم، اما در همان جمع کسانی هستند اشخاصی که بعضی فتواهای میدهند که ما امیر میخوایم خدمت شما عرض کنم. خانم دکتر عزت عطیه، این خانم در وقت رئیس بخش حدیث الازهر است و این فتوا میده. فتوای از این پیرامون یک مرد و یک زنی که در یک دفتر کار میکنن و در پشت دروازه بسته برای ای که محرم یک دیگر شوند. خانم عزت عطیه میگوید زن میتواند 5 بار از شیر خود به همکار مرد خود بدهد و بدین ترتیب آنها با هم محرم و حضورشان در یک اتاق شرعاً مجاز میشود. ببینیم یک چیزی که باید همیشه برادرها و خواهرای ما باید بدانند که نظریات فقهی که امروز ما مسلمان ها به او به صلاح عمل میکنیم نظریات متفق علیه علمای فقه است. در مذهب اهل سنت، در کل مذاهب اهل سنت جماعت، در مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، در همه مذاهب چارگانه این نظر صحیح نیست. یعنی کل علما و امامهای اهل سنت جماعت به این نظر هستند که وقتی که شیرخوارگی در او حرمت به وجود می آید باید طفل کمتر از 2 سال یا کمتر از 2.5 سال داشته باشه. به می خاطر از حضرت امام ابو حنیفه 30 ماه در نظر گرفته که 2.5 سال میشه. یعنی اگر کسی در مدت 2.5 تا 2.5 سالگی از سینه یک خانم یک خواهر مثلا این شیر خورد، او رضاعت به او حرام میگرد. یعنی به صلاح به همدیگر برادر و خواهر میگرن. اگر از سن بالاتر از 2.5 سال شد او دیگه به او حرمت ثابت نمیگره. و دیگر مذاهب مثلا امام شافعی و امام مالک و اینا میگن که تا 2 سال، یعنی بین 2 تا 2.5 سال است. تمام اختلاف فقها بین 2 تا 2.5 سال است. همه علما و ائمه مذاهب اهل سنت بی نظر هستند که بالاتر از 2.5 سال اگر کسی از سینه کدام خانم شیر بخوره یا ای که مثلا یک گلاس یک خانم شیر بکشه و بده به یک کس بخوره، به او اینا به همدیگر حرام قرار نمیدن. اینا میتونن به همدیگر ازدواج کنن. و این نظر این خانم هم که هسته یک نظر شاذ است، یک نظر به اصطلاح بی ربط است. به خاطر بی ربط است که به یک نظر اتکا کرده که در صدر اسلام یک تعداد کانال ها متاسفانه ایره بسیار بزرگ میسادن. میگن حضرت بی عایشه صدیقه همین نظر داشت. حضرت عایشه صدیقه به عنوان یکی از بزرگترین محدثین جهان اسلام، به عنوان فقیه، به عنوان عالم و دانشمندی که در واقعا خانه پیغمبر بزرگ شد و علم آموخت و دانشش تمام دنیای اسلام گرفته، اونا هم در مدت همین نظر داشتن ولی پسان از این نظر اونا گشتن. یعنی فعلا نظر که ای بود که چون حضرت عایشه صدیقه
به عنوان زن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خب از خود یک حجاب خاصی داشتن، یک عزت و احترام شأن خاصی بین مسلمان ها داشتن. یک تعداد مسلمان ها علاقه داشتن که برن از معذر درس و تعلیم حضرت بیایشی صدیقه اینا به اصطلاح فیض بیابن، و به خاطر این نظر حضرت بیایشی صدیقه نظر بر روایتی که در صد اسلام از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیده بودن همین نظر بر یک مدت داشتن، ولی پسان مجموع صحابه این نظر نداشتن، یعنی مجموع فقهای صحابه این نظر نداشتن. نظرشون این بود که زمان حرمت رضاعت صورت میگیره که بیشتر از 2 سال باشه، بیشتر از 2.5 سال به صلاح اگر کسی از سینی کسی بخوره او برادر و خواهر رضایی شده میتونه. باید سن در حالت طفل باشه، طفلی که کمتر از 2 سال داره یا کمتر از 2.5 سال داره اگر از سینی یک زنی 2 طفل شیر بخورن اینا با هم دیگر خواهر و برادر میگرن، ولی بالاتر از او این نظر راجی نیست. یعنی نظر ولو که نظر حضرت بی بی عایشه در اون زمان بوده، ولی نظر متفق علیه علمای اهل سنت و امامای اهل سنت نیست. چرا؟ در سر اسلام صحابه هر کدوم از خود نظر داشتن، یک تعداد به یک موضوع یک نظر خاصی داشتن، ولی نظر از اون نظر متفق علیه قرار نیافته، یک نظر شاذ بوده، یک نظر به اصطلاح ضعیفتری بوده. به خاطر پسانها مثل که در زمان حضرت ابن عباس این نظر داشت که وقتی که قرآن کریم میگه که خیط ابیض و خیط اسود، اونا فکر میکردن که خب یک اجتهاد بود که خیط ابیض و خیط اسود که آماده در ارتباط با نماز صبح است که ما 2 تا موی سیاه و موی سفید پهلو هم قرار بدین، و موی سیاه و موی سفید اگر تشخیص داده شد وقت نماز صبح داخل شده، یعنی روشنی که آمد فهمیده شد که این موی سیاست این موی سفید است. اونا توجیهشان نسبت به این آیه مبارکه این بوده که 2 تا مور پلیام قرار بده. پسان اونا متوجه شدن که نه، این نظر یک نظر خودشان بود. پسان فهمیدن که مفهوم این آیه مبارکه خیط ابیض و خیط اسود است که روشنایی سیاه و سفید در افق و آسمان دیده شد. هر وقتی که شما دیدیم یک تیره یا یک روشنایی سیاه به پهلوی سفید در آسمان دیده شد، او وقت است که وقت نماز صبح داخل میگرد. بی خاطر حضرت ابن عباس پسان از این نظر خود گشتند. یعنی این نظریات فقهی علما و فقها در صدر اسلام بود، و شاید این خانم دکتر عزت عطیه هم مطابق به اون نظر آمده یک نظر شاذ و نادری را به اصطلاح به وجود آورده، و متاسفانه یک تعداد از کانال‌های تلویزیون‌ها برای کوبیدن حضرت بی عایشه صدیقه این سوال مطرح می‌کنند و این موضوع رو می‌اندازند که حضرت بی عایشه صدیقه این نظر داشت، و اگه اون نظر هم داشته باشه نظر فقیشان بوده به عنوان یک مجتهد، به عنوان یک عالم و دانشمند زمان خود، ولی علمای اهل سنت و جماعت و مجموعه مذاهب چهارگانه اهل سنت جماعت این نظر را ندارن، و نظرشون هم ایست که زمان حرمت رضاعت صورت میگیره که طفل کمتر از 2 سال یا 2.5 سال باشه. در مذهب حنفی کمتر از 2.5 سال اگر طفلی از سینه یک زن خورد، ولو که اگر سینه هم نخوره به داخل یک گلاس هم شیر یک زن ریخته شده باشه و بخوره، حرمت رضاعت صورت میگیره، و بالاتر از 2.5 سال کسایی که به سن بالا میگیرن ولو که صدها بار از سینه یک زن شیر بخورن اینها با هم خواهر و برادر رضایی شمرده نمیشن. دکتر صاحب سوالم نیست، یک تشریح اگه بدیم بی جان خواهد بود. شما گفتیم در صحبت ها امام مالک، امام شافی، امام احمد رحمه الله 2 سال میگن، بله. او هم به اساس آیات قرآن عظیمشن، اما حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه 2.5 سال گفتن، بله. اونا هم به اساس یک آیت است، بله. اگه میخوایم تشریح کنیم که ببینید حتی 2 سال هم که گفته میشه، یعنی هدف از امام شافی و امام احمد ابن حنبل و حتی ابو یوسف هم نظر داشت، امام ابو یوسف هم نظر داشت که 2 سال، و اینا به خاطر از این میگن که همین 2 سال است که امو اوائل به صلاح عمر رشد طفل به صلاح به وجود میاره. یعنی اگر مادری هم مثلا در همین 2 سال فرض کنین بچه خود شیر نده، قاضی میتونه او اجبار بکنه که مادر بعد تو اطفال خود شیر بده، به خاطر از اینکه او در حق طفل ظلم صورت میگه. یعنی این دوران است که از شیر مادر و امو به صلاح چی میگن وجود طفل رشد پیدا میکنه و نمو پیدا میکنه، و اونا مطابق آیه مبارکه امو 2 سال به صلاح حولین کاملین گفته شده است، چون قرآن کریم هم همین آیه مبارک است که در این باره آماده است. اما در ارتباط با نظر امام ابو حنیفه، البته 2 سال هم بعد متوجه باشین که 2 سال قمری است،
دو سال عیسوی نیست، یعنی دو سال قمری، اما دو سال است که ما به حساب ماه محرم و سفر و ربیع اول این در نظر گرفته شده که ما تفاوتش باید بفهمیم. اما امام ابو حنیفه به این نصف سال دیگر اضافه میکنن و میگن که مدت رضاعت و ثبوت حرمت رضاعت 30 ماه است و 30 ماه را به خاطر از میگن که این مرحله است که اطفال به شکل عادی از حالت شیرخوارگی به حالت غذا خوردن به اصطلاح رشد میکنن. یعنی طفل تا 30 ماه مدتی است که اونا نیاز دارن که شیر بخوره و بعد از 30 ماه است که میتونه آهسته آهسته غذا رو به اصطلاح چیز کنه. ممکنه در دو سالگی یک طفل کم کم غذاخور بشه، ولی بازم از بین دو سال تا دو نیم سال هم یک مدت زمان است که طفل آهسته آهسته به تدریج از شیرخوری به غذاخوری به اصطلاح عادت پیدا میکنه. و امام ابو حنیفه ایر احتیاطاً تقریبا 30 ماه دانسته است که دو نیم سال باشه که امو به صلاح سلاسین شهرا که به صلاح آمده در قرآن، در چیز قرآن کریم. البته هر کدامشان دلیل خود دارن، ولی آنچه که اتفاق نظر است ما بازم خدمت شما ارکنم که قرآن کریم و فصال و فی عامین که آمده سوری لقمان آیه 4 فی عامین قرآن کریم آمده یا سلاسین شهرا که آمده، هر دویش مذهب متفق علیه اهل سنت جماعت است که رضاعت در مدت بین دو تا دو نیم سال صورت میگیره. اگر بالاتر از یک کسی از کسینه کسی شیر بخوره، اونها با هم برادر و خواهر رضایی شمرده نمیشن. برادران و خواهران عزیز، از اول برنامه چراغای تلفن روشن است. ما تا یک دو دقیقه دیگه انشالله تلفن های شما رو هم جواب میدیم. شما میتونین زنگ بزنین و در این برنامه است بگیریم اگر سوال مطرح باشه. دکتر صاحب، همین بحث میخوایم تکمیل کنم به اینکه وقتی شیرخواره برادر و دختر و پسر از یک پستان شیر میخورن و اینا خواهر و برادر رضایی میشن، با هم ازدواج کردن میتونن، دیگه چی چیز هسته بر علاوه ازدواج؟ ببین فرق البته میراث هم دیگر نمیبرن، چون چیزی که در رضاعت هست فرقی که داره همیست که برادر و خواهر با هم ازدواج کردن نمیتونن، هیچ برادر و خواهر اقوام نسبی یک دیگر گرفته نمیتونن. یک برادری که مثلا امراه یک خواهر شیر خورده، این برادر نمیتونه با عمه و دختر ازدواج کنه، نمیتونه با خاله و دختر ازدواج کنه، نمیتونه مثلا این برادر با مادر و دختر ازدواج کنه. تمام چیزهایی که در نسب حرام است با مادر کلانش نمیتونه ازدواج کنه. و عین شکل اینا به هم دیگر طبعا رفت آمد کردن میتونن، مثل برادر خواهر هستن و خودشان به هم ازدواج کردن نمیتونن. و اما چیزی که وجود داره که اینا از هم دیگر میراث نمیبرن. این رو باید بدانن خواهر برادر که در نسب میراث است، در رضا میراث نیست. یعنی این یعنی نمیشه که اگه برادر رضایی فوت کرد خواهر بگه ادعا کنه که من میراث میبرم از این، چون میراث فقط در نسب است. و این چند چیز است و دیگه اطفال از اینا مثلا اطفال امی برادر و اطفال امی خواهر هم به اصطلاح، چون به اصطلاح برادرزاده و خواهرزاده میشن، اینا نمیتونن به طور مثال طفل بچه از این برادر با او دختر ازدواج کردن نمیتونن. البته بچه‌هاشون به عنوان برادرزاده و خواهرزاده میتونن، بچه خاله و بچه عمه میشن، میتونن ازدواج کنن. و این حرمت فقط به خاطر از این است که چون در این یک احترام گذاشتن به نوع بشر است. یعنی بشری که وقتی که یک زن حاضر میشه و یک طفل رو به صلاح شیر میده، اصلا خون و امو به صلاح جنریشن هم دیگر خلط میگره و پروردگار ایره یک قید و قویدی گذاشته به خاطر حفظ نسبها، به خاطر حفظ حرمت انسانهایی که به صلاح کار میکنن. و دیگر مسائلی که هست، خب ما و شما میبینین در برادری و خواهری احترام هم دیگر است، عزت یک دیگر هست، به هم دیگر رو باید قبول داشته باشن، با هم دیگر صله رحم برقرار کنن. یعنی خیلی مسائل دیگه هم که در نسب است، عین همو حکم در رضاعت هم هست، فقط تفاوتش که خدمت شما عرض کردم که اینا میراث برده نمیتونن. ولی یک سوال شاید گاهی پیدا شه برای شما، اگر فرض کنین یک خواهر و برادری نمیفهمیدن که اینا از هم دیگر شیر خوردن ولی ازدواج کرده بودن، مثلا طفل دارم، اینا حکم شرعی چی است؟ حکم شرعی در این مثلا فقهای نظر دارن که اولا از لحاظ شرعی برادر و خواهر خودشان بعد، یعنی چون با هم شیر خوردن، اگر نمیدانستن ازدواج کردن، خداوند از گناهشان میگذره، اینا به اصطلاح تا زمانی که ازدواج کردن گناهی ندارن چون نمیدانستن، ولی زمانی که به این مسئله آگاه شدن اونا بعد اتومات به همدیگر جدا میشن و طلاقشان صورت میگیره، حتی ولو که اطفال داشته باشن.
و اگر خواهر و برادر رضایی بودن ازدواج کردن، ولی زمانی که خبر شدن از هم دیگر جدا نمیشن، خدا نخواسته هر نوع همبستری و هر نوع به اصطلاح ادامه ازدواج حالت زنا رو داره و گناه بسیار کبیره است که باید خواهر و برادرای ما باید بدانن. و یک مسئولیت شرعی است که پدر و مادری که اولادار شیر دادن، اینا قبل از ازدواج ایره تحقیق کنن. حتی هر ازدواجی که بین یک پسر و یک دختر صورت میگیره، بعد کلانا بشینن و ایره به اصطلاح تحقیقات کنن که اینا در زمان طفولیت مادرای همدیگر یا مثلا مادر همدیگر یا اینا از کدام سینه دیگری، ممکنه مادر بچه و دختر همدیگر شیر نداده باشن، بچه همدیگر شیر نداده باشن، ممکنه یک خانم دیگه کار کرده باشن، ممکنه یک خانم در یک خاله یکی از اینا این دو طفل را به اصطلاح به یک پستان شیر داده باشن. اینا باید به اساس مسئولیت شرعی را اعلان کنن و ابلاغ کنن، و اگر خدا نخواسته همچنین حالتی هست، اونا باید ازدواج نکنن، به خاطر اینکه از لحاظ شرعی ازدواجشان مثل ازدواج دو خواهر و برادر نسبی حرام است، یعنی این جایز نیست و این را بعد شریعت بسیار جدی گرفته است. دکتر بسیار تشکر. میخوام یک موضوع دیگه غیر از چی معذرت میخوام که در تلویزیون ها هم این روزا میبینیم که صحبت های پیرامون هست، در ممالک اسلامی در افغانستان کمتر میشنویم، اما در عربستان سعودی بیشتر میشنویم، اگر کسی دزدی میکنه دست در قطع میکنه. اما خود همین دزدی، چی دزدی هست چی دزدی نیست، بس چی اموال دزدی میتونیم گفته بر چی نمیتونیم گفته، کی از کی میتونه دزدی کنه، پدر فرزند اینها مالشان دزدی هست، اثبات دزدی، و میخوایم جواب بدیم. خوب نمیخوایم مجمع علمی در اندم، البته انشالله که سوال مجمع علمی هم جواب خواهد داد، ولی بازم به شکل مختصر یک چیز بعد در نظر بگیریم که حدودی که اسلام تعیین کرده، حد قطع ید یا دست که بریده میشه، یا حد ارتداد که است یک نفر از دین اسلام برمیگرده به دین دیگه میره، یا حد مثلا به طور مثال قطاع طریق، یا افرادی که فساد فی الارض میکنن، جناب استاد پیشت خوب بیان فرمودن که حتی کسایی که خودکشی ها را میکنن و میرن مردم به قتل میرسن، اینا فساد فی الارض است، اینا باید کشته شن. اینا حدود در واقع حدود و تعزیراتی است که به خاطر جلوگیری از انارشی و از بین رفتن به صلاح شرایط بعد اجتماعی، این حکم از طرف پروردگار این قطعی گردیده. حدود قرآنی که تعیین شده برای حد زنا، برای حد قطع دست، به حد مثلا شراب خوری، به حد اینا خاص به خاطر جلوگیری از فساد جامعه است، به خاطر که جامعه از حالت بی امنیتی، از حالت به اصطلاح انارشی اصلا برای یک جامعه اطمینان داشته باشن. اطعم من جوع و آمن من خوف که آمده در قرآن، به خاطر همیست که بعد هر جامعه از خود یک امنیت داشته باشه. اگه قرار باشه که این حدود در جامعه اسلامی به مرحله اجرا قرار نداشه، پس او جامعه به حالت انارشی، هر کس میره مال هر کس دزدی میکنه. به این خاطر از سارق و سارق فقط و ایدی و هما جزاءن به ما کسبا نکالا من الله که آمده. قرآن کریم وقتی که میگه زنی که دزدی کرده، مردی که دزدی کرده، دستایشان را قطع کنین، و این قطع عملی است، یعنی قطع عملی که البته شما بیان کردین که باید در اون دلائل قوی وجود داشته باشه، شهود قوی وجود داشته باشه، و اون نفر از حالت مجبوری نبوده باشه. یک نفر گرسنه است، مجبور دست به یک دزدی بزنه، یک نفر مثلا فرمودی شما پدرش برش نان نمیده، میره از خانه پدر خود یک چیز دزدی میکنه. او شرایط خاصی که اسلام تعیین کرده، اگر ما شرایط در یک جامعه اسلامی واقعا پشت سر بریم، بسیار مشکل است که دست کسی قطع بشه. ولی این به معنی از این نیست که چون این مخالف به اصطلاح مقررات بین الدول است، بعد ما احکام اسلامی را انجام ندیم. احکام اسلامی در جای خود انجام می‌یابه، ولی با شرایط و شهود کاملی که نسبت به این مسئله است. اگر نسبت به دزدی یک فرد که از خانه کسی دزدی میکنه، یا از مغازه کسی دزدی میکنه، یا مال کسی دزدی میکنه، اگر شواهد قوی وجود نداشته باشه، قاضی هرگز حکم قطع دست صادر نمیکنه. به خاطر هم حکم به اصطلاح یک حکم شرعی است که میگه که قاعده فقهی است، تدر الحدود بالشبهات، یعنی کوچکترین شبهه‌ای که در ارتباط با مسائل حدود به وجود بیایه، او حد در از بین میبره. مثلا در قطع ید، مثلا دزدی، اگر قرار باشه دو نفر بیای شهادت بده که یکی بگویه که مثلا من دیدم که در ساعت 8:15 این نفر به فلان مغازه در آمد
و قلف در شکستان و خانه، بعد او در مغازه یا در دکان یا در خانه فر بعد قلف داشته باشه. اگر در یک خانه باز باشه، مغازه باز باشه، یک نفر برای چیز دزدی کنه، دزدی نیست که قطع دست صورت بگیره، باید همون قسم تمام مسائلش آماده شده باشه. اگر یک کسی از شاهدان بگو که به 8 و 15 دقیقه ما شاهد بودیم که این نفر رفت و مال دزدی کرد و مالی که دزدی کرد بیشتر از 10 درهم شری بود، ولی شاهد دوم بگو که ما دیدم به 8 و 14 دقیقه و 59 ثانیه بود، یعنی یک ثانیه را تفاوت بگه بی اساس، مطابق به این دو شهادت اختلاف این دست از قطع نمیشه، به خاطر اینکه هر نوع اشتباهی در مسائل شهادت و در مسائل دیدی که یک کس کرده باعث میشه که این حد ساقط بگرده. یا در ارتباط با این بحث شواهد کامل باشه، باید مراعات جامعه اسلامی در نظر گرفته شه و در واقع تمام احکام اسلامی و حدود اسلامی به خاطر از این به مورد اجرا قرار میابه، تا این که جامعه اسلامی و اداره اسلامی و نظام اسلامی به مسخره و استهزا کشانده نشه. حتی کسایی که از دین برمیگردن و اونا حکم قتلشان صادر میشه، نه به خاطر از اینکه به اصطلاح اونا دین را ترک کردن، و به خاطر از اینکه اونها با نظام اسلامی به حالت ستیز در آمدن، اونا آمدن نظام اسلامی را به استهزا کشاندن، به مسخره کشاندن، اونا میخوان با نظام اسلامی دهنکجی کنن. مثل عزیز که شما در غرب، مثلا در کشورهای غربی شما داخل میشیم یک قرارداد امضا میکنه که مثلا یک کس بعد در اینجی بر علیه دولت سلاح نکشه. اگر یک نفری در این کشورهای غربی سلاح بر علیه دولت میکشه، حکمش قتل است. بعد در اینجی وقتی که شما قرارداد قبول میکنیم در یک کشور غربی، ولو کشور اسلامی هم نیست، در اینجی قرارداد میکنیم که شما بعد تجارت مواد مخدر نکنید. کسی اگر در این کشور مواد مخدر تجارت بکنه، حکمش قتل است. و ای از لحاظ شرعی اجازه است که همون حکومت و قانونی که در او کشور شده و تعهداتی که یک فرد داخل میگیره و این تعهدات را زیر پا گذاشته، او حکومت اجازه داره، ولو که یک حکومت غیر اسلامی هم باشه، ولو که حکم به اصطلاح تجارت مواد مخدر در قرآن نیامده کشتن باشه، در حدیث نیامده کشتن باشه، اما از باب تعزیرات و از باب مقررات او کشور حق داره که اون نفر را به قتل برسانه، به خاطر از که قوانین امضا کرده یا امضا شده و مقررات او کشور او زیر پا کرده. دکتر صاحب، امی قطع دست به این معنی هم نیست که هر دزدی بود یا هر کسی حکم صادر کنه و دست قطع کنن، او قسم نیست که طوری که شما هم به هیچ عنوان به او کارم نیست و ای هم نیست مطابق او نظریات به اصطلاح خلاف قرآنی که یک تعداد در تلویزیون ها میکنن که هدف از قطع دست ای که دستشو کوتاه کنیم، یعنی به اصطلاح این هدف این ترجمه های غلط از قرآن است و اینایی که از قرآن برگشت کردن و اینایی که میخوان از اسلام یک دین مسیحیتی بسازن یا از قرآن بایبل بسازن، اینا تبلیغات میکنن که قرآن کریم گفت فقط و ایدیهما، معنا عزیز که دستشان کوتاه کنین، این غلط ترجمه است و اینا دشمنای دین خدا هستن که میخوان احکام دین خدا را به این شکل به مسخره بکشانن. قطع دست، قطع دست است. وقتی قرآن کریم میگه فقط و ایدیوما، یعنی واقعا قطع دست صورت بگیره. و قطع دست هم نظر به همون شرایطی که شما میگین باید از خود شرایط خاصی داشته باشه. اولا باید مال محرز باشه. مال محرز یعنی که در یک جای خاص و مسئول گذاشته شده باشه. دومی که او جایی که مال دزدی صورت میگیره بعد قلف و کلی و امثال ای داشته باشه. سومی که بعد اون نفری که مال دزدی میکنه بعد مال به حد کافی باشه که احتیاج به اصطلاح یعنی مبلغ کافی بوده باشه. چهارمی که اون نفری که کار انجام میده بعد محتاج و به اصطلاح یعنی از باب اجباری کار نکرده باشه. یعنی پنجمی که او حالتی که صورت میگیره در حالت به اصطلاح کاملا در یک محیطی بوده باشه که اون نفر امکان دسترسی به او نداشته باشه. یه تو نیست که مثلا شما به طور مثال یک مال را به سر بازار گذاشته باشین، یک نفر به طور مثال یک بکس کیف را در سرک مانده باشیم، یک نفر او بکس بگیره و در موتر برای شما بگین که تو دزدی کردین، شما او مال خودتان به معرض دزدی گذاشتین. و پنجمی است که او کسی که دزدی میکنه، او به اصطلاح کسی که به اصطلاح نسبت به یا خودش اقرار بکنه، بگه که واقعا من امیر دزدی کردم، و اگر او اقرار نمیکنه شاهدین قوی و مستحکم نسبت به وجود داشته باشه. یعنی اگر یک چنین دزدی به میالت صورت بگیره با همی شرایط تکمیل بشه و شریعت اسلامی حکم میکنه که بعد دستش بریده شه، و این دست بریده هم نکال است، یعنی در واقع عبرت است و پند است که دیگرها دست به هم که این کار نزنن، و این از جانب پروردگار یک جزای بسیار قوی بود دست به اون نفر داده شده. یک مسلمان اگر مسلمان است حکم الهی را خودش بر سر خود تطبیق میکنه تا اینکه از عذاب آخرت نجات پیدا کنه. از اینکه یک نفر دستش
قطشه و صدها نفر دیگر از این کار دست بردارن. این بهتر است از اینکه یک نفر مثلا دستش قطع نشه و ده ها نفر دیگر معتاد به اصطلاح عادت کنن برای دزدی کردن و هر روز به اصطلاح مردم را از حالت امنیت و از حالت آرامش به حالت ترس و هراس قرار بدن. دکتر صاحب، همین قطع دست در افغانستان خود میبینیم امروز چقدر فساد اداری است، چقدر دزدی هاست، حتی به سوی بلند شخصیت های بلند از بیت المال که دزدی میکنن تا حق مردم میخورن، خانه های مردم میگیرن. اگر یکی از این دزدها که حکمش به مو اساس شریعت اسلام ثابت شه، فکر کنیم دست یک ولی یا یک وزیر یا یک کماندان یا یک قاضی که دزدی کرده اگر قطعشه، شما فکر میکنیم یک تحول کلانی به افغانستان بیایه و دیگرها پند بگیرن و درس بگیرن و اندرس بگیرن؟ واقعا آرزویی که ما داریم که یکی از دستای از ولی ها و از وزیرها رو ببینین که در صفحه تلویزیون قطع میشه. واقعا اگر یعنی باور کنین یکی از دوستا رفته بود، معامله های دوزی که در افغانستان توره میگه به میلیون ها دلار است. حتی یکی از دوستا رفته بود که میخواست کارت های یا به اصطلاح بگیم آیدی کارت برای مردم افغانستان صادر کنه و ای میخواستم این پروژه رو پیش ببره، گفت که من رفتم برآورد کردم مثلا این مصرف ازی فرض کنیم 65 میلیون دلار بود در کل افغانستان که آیدی برای مردم افغانستان صادر کنه، ولی او نفری که در بالا نشسته بود میگفت که تو باید ایره 100 میلیون دلار برآورد کنی که 25 میلیون برای ما برسه که ما ای به اصطلاح قرارداد برای تو تحویل بدیم. یعنی کاش یک روز برسه که دست امو گروهی که یا امو افرادی که در رأس قرار دارن در وزارت داخله یا در وزارت‌های مختلف دیگری که همین معاملات 25 30 میلیونی رو دزدی میکنن و ایره باید دستش قطع شه که بلکه ای در ملای عام قطع شه که دیگر هیچ وزیری، دیگر هیچ والی و دیگر هیچ حاکمی جرأت نکنه که از مال مردم و از مال بیت المال به اصطلاح دزدی کنه. و این دزدی ها بدترین دزدی و فاسدترین و یعنی تقریبا بی‌حیاترین حالت های دزدی است که در کشور، یکی یک بیچاره بدبخت غریب است که مثل که شما لطف کردین که شاید در عربستان سعودی دزدی های زیاد وجود داشته باشه، ولی یک بیچاره مثلا از کشورهای فقیر میره در اونجا یک دزدی میکنه از گشنگی دست قطع میکنه، این درست نیست. حتی ما مخالفش هستیم، ولی متاسفانه همین بی‌عدالتی نه تنها در عربستان، در اکثر کشورهای اسلامی هست. همین قسم که ما بیان میکنیم در ایران دست صد افغان بیچاره قطع میکنن، صد افغان بیچاره به نام مواد مخدر اینا اعدام کردن، در حالی که قاچاقبر اصلی خود ایرانی است. ما یک در نشری در کیهان در ایران بود نوشته بود که قاچاق افغانی دستگیر شد، ولی قاچاقبرش ایرانی بود، اما به نام از اینکه این مواد مخدر از افغانستان آمده عنوان تیتر روزنامه رو نشد قاچاق افغانی دستگیر شد. یعنی میخوای که مواد مخدر به افغانستان نسبت بده بدنام کردن افغانها، ولی در واقع عملکرد و قاچاقبر اصلی ایرانی بود که بعد او بعد محاکمه بشه. این بی‌عدالتی ها در ایران هم است، در پاکستان هم است، در افغانستان هم است و خدا انشالله پرسان میکنه از کسایی که بر حق مردم مظلوم ظلم میکنن در هر کشوری که باشه. و ما امیدواریم که واقعا همون دزدهای اصلی و قاچاقبرای اصلی که امروز بر شئون مردم حاکم هستن و دهها پروژه های خطرناک مواد مخدر رهبری میکنن، مردم را در فساد میکشانند، امی رشوت و امی حالت های بدی که کشور ماست، اگر چهار نفرشان واقعا دستش قطع شه، واقعا قطع شه و در صفحه تلویزیون نشان داده شه، فکر میکنم که فساد و دزدی از کشور ما واقعا برمیگرده. ما دستایی که در ایران یا عربستان سعودی از یک بیچاره و مظلوم و غریبی که واقعا شاید ثابت هم نشده باشه یا ثابت شده باشه به شکل دیگری که احتیاجات از زیر مد نظر نگرفته باشن، نمیخوایم به جزئیات موضوع بپیچیم، اما اگر در همون جی دستهای دزدهای اصلی ره واقعا میلیون ها دلار رو دزدی میکنن قطع کنن، او به نفع جامعه هم هست و همه از او میاموزیم. نین که دست یک قریب و بیچاره که به یک لقمه نان احتیاج باشه و به ضرورت و احتیاجات اینها. هر صورت دکتر صاحب، یک بحثی بود که من سوال به پیش می بود برای از اینکه بعضی ها میخوان مطابق ذوق جامعه، یا ما با قرن 21 زندگی میکنیم، به امریکا هستیم، همون احکام شرعی به ذوق و میل خود برای خوشی احمد و محمود تشریع کنن که متاسفانه ما را از امو خود آیات قرآن عظیم شان و حدیث پیغمبر ما را دور میسازن. اهداف
بزرگتر و کلیتر نسبت به ای دارن. اینا لابی ها و پروژه های بسیار خاص است که فقط میخوان مسئله فقط و ایدی عمر ترجمه غلط میکنن، مثلا مسائل خود قتل افراد مرتد توجیه غلط میکنن، مسائل سنگسار توجیه غلط میکنن و نمونه های خودشان صحنه سازی های را نشان میدن و گویا میخوان که دین اسلام را به این شکل بدنام بسن. وگرنه اگر ما به مقررات و حدود و تعذیرات دین اسلام توجه بکنین، اینا همه به خیر و فلاح جامعه و بشر است و واقعا اگر در کشور ما جلاو فساد، جلاو دزدی، جلاو بیبندباری، جلاو رشوت به شکل عملی که اسلام میخواه واقعا اگر گرفته شه، طبیعتاً کشور با عزت و سرفراز خواهد بود. اما متاسفانه که همین قسم شما بیان کردین، یک تعداد از کانال ها ترجمه های غلطی از قرآن کریم ارائه میدارن و اینا خودشان دشمنای اصلی و اولی قرآن کریم هستن که بر علیه قرآن با ترجمه غلط از آیات قرآن کریم با بازی کردن با کلمات و الفاظ و فلسفه بافی ها میخوان به اصطلاح ترجمه نادرستی از قرآن ارائه بدن و مردم ما الحمدلله یک چرار میشناسه و اینا راه به جای هم نخواهند برد، جزی که یک مقدار مبلغی از کانال های مختلف برشان داده میشه و خداوند انشالله از اینا بازخواست خواهد کرد. اما آنچه که مسلم است ایست که از لحاظ عملی و از لحاظ دینی، دین اسلام دینی نیست که فقط در روی ورقها و کاغذها یا در کتابها بوده باشه، بلکه دین عمل است. شما در صدر اسلام هم میبینین که وقتی که یک دزدی کرد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دستشان قطع کردن و این عملا صورت گرفته. یک زنی که زنا کرد و آماد اعتراف کرد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او را سنگسار کردن. یک مردی که زنا کرد و اعتراف کرد، آماد سنگسار شده. یعنی عملی حدود اسلامی در تاریخ اسلام عملا و از لحاظ تاریخی و از لحاظ کتابی در تمام منابع وجود داره. کسی نمیتونه بگه که این موضوعی بود که مثلا حال از خود یک توجیهات غلط بکنه. و دین اسلام دین احکام است، دین حدود است، دین تعذیرات است، دین اخلاقیات است، دین ادب است، دین به اصطلاح احترام به بشر است. ولقد کرمنا بنی آدم، در اینجا حرمت انسان ها باید نگهداری بشه و در واقع تعذیرات و حدود هم به خاطر همیست که حرمت انسان ها زیر پا قرار میگیره. من مثال هم خدمت شما عرض کردم که اگر قرار باشه که شما در کشور غربی باشین، به شما گفته شده باشه که شما 65 مایل بیشتر اجازه نداریم در فری بریم، ولی شما 120 مایل بریم، امو کشور حق داره که شما را محاکمه کنه و ایره بعد حق برش بدیم، وگرنه شما حیات ده ها انسان را به خطر میاندازیم با اون سرعت. ولی که میگین که جان خودم است، موتر خودم است، اما شما حق ندارین که بیشتر از اون مقداری که او کشور تعیین کرده شما مثلا، چون باید بپذیریم که یک تخطی و یک گفته یکی از علما میگفت اگر ما قبول داشته باشیم که تیر شدن از چراغ سرخ گناست، هیچ وقت این گناه را انجام نمیدن. متاسفانه ما فکر میکنیم که تیر شدن از چراغ سرخ گناه نیست، چون احساس میکنیم گناه نیست، بی احساس اطراف خود نگاه میکنیم، اگه پلیس نباشه فوری از چراغ سرخ هم تیر میشه. و همه شما این کار بارا کردیم. دکتر صاحب، لحظات آخر برنامه رسیدیم، یک دو دقیقه میخواییم راجع به کنفرانس بزرگی که تیوی آرمان داشت صحبت کنیم، دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. کنفرانس برادران و خواهران عزیز و گرامی در روز یک شنبه 4 دسامبر تلویزیون آرمان کنفرانس بزرگ ترتیب داده بود در شهر نیویورک در سایه سان فرانسیسکو و عنوان کنفرانس بود اسلام یگانه راه حل، که در اون بزرگترین علما و دانشمندان حصه گرفتند و تعداد زیادی حدود 400 نفر برادران و خواهران ما اشتراک کردند. کنفرانس بسیار موفقی بود. ما می‌خواهیم که از تمام علما و دانشمندانی که اشتراک کردند تشکر کنیم، ممنونیم از شما، سپاسگزاریم، و از تمام برادران و خواهرانی که اشتراک کردند یک جان ممنون و سپاسگزاریم، خصوصا از علما و دانشمندان، از استاد عبدالستار سیرت که از راه دور از سن دیاگو به این دیار آمدند، یک جان ممنونیم. خداوند ایشان سعدمند داشته باشه و یار کم نکنه. دکتر صف حمدالله سیدی تشریف داشتن، دکتر صف ارشد ارشاد، قری صف صفی الله صمدی، دکتر صف فخرالنسا فیضانی از راه دور 100 مایل درایو میکنن آمدن، دکتر صف محمد همایون قیومی اشتراک کردن، دکتر شهابی، دکتر صف علی عطایی، دکتر رجب علی و تعداد زیادی چند نام دیگه هم داشتم که خدا کنه نامه از پیش ما نمانه. استاد عطایی شعر بسیار مقبول خواندن، دو نوری چشم و مازرقونه و هدایت سکندری بسیار خوب درخشیدن، نثار احمد عبدیانی یعنی بسیار خوب دادن و
برادر ما زمان طیب و نهید عبدالی، دکتر سب کمالی، دکتر سب کمالی از یاد ما نره، محمد جان تحماس، محمد جان تحماس هم از راه دور آمده بود، آقای تحماس خودشان از تحماس از سندیاگو آمدن که از همه ممنونیم. اگر نام ما از یادم رفته باشه امید است مرا ببخشن. کنفرانس بسیار موفقی بود، از همه شما ممنون و سپاسگزاریم. قرار بود که جناب فضیل امام، امام سید محمود گیلانی هم تشریف بیارن که اما بنا به یک شرایط خاصی که معلم تصمیم گرفته بود و خودشان که یکی از شخصیت ها در سندیاگو باشن و در محفلی که برای عاشورا بود در اونجا اشتراک کنن، جناب گیلانی سب در محفل عاشورا اشتراک کردن در سندیاگو و بینجی تشریف آوردن نتونستن، که خداوند برایشان خیر بده در هر جا که باشن. ای به صحبت های ما شما خواهش میکنم، بسیار خواهش میکنم، کمال تشکر میکنیم از برادر و خواهرایی که البته ما زنگای شما را گرفته نتونستیم، چون صحبت های دکتر سبینا بودن و جناب استاد هم صحبت های بسیار خوبی، واقعا نیاز بود که مجمع موضوع و امو اعلامی خود رسما اعلان کنه و به صلاح ما با صراحت همیشه این ترورها و این کشتارها را محکوم کردیم و انشالله در هفته آینده یک تعداد دیگر از علمای مجمع انشالله باز به این پروگرام شرکت میکنن، سوال های دینی شما را جواب خواهند داد و یکی از پروگرام های هر هفتگی مجمع علمی مراکز اسلامی است، از ساعت 12:30 تا ساعت تقریبا 2 هر روز در روزهای شنبه انشالله این پروگرام همیشه تعقیب کنیم و هر سوالی در هر راستا داشته باشین توسط علمای مجمع علمی و کمیته فتوای مجمع معلم انشالله پاسخ داده خواهد شد. بسیار تشکر دکتر، تشکر از شما و از استاد گرامی که روی خط آمدن و بیانات خوبی دادن، از ایشان یک بار دیگه تشکر میکنیم و شما عزیزان که تا این لحظه با ما بودیم یک جان ممنون و سپاسگزاریم. سعادتمند و با عافیت باشین. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.